اولین واکنش نوشافرین همسر سابق سعید راد به خبر شوکه کننده و فوت ناگهانی ایشون. در ادامه با من همراه باشید. متاسفانه در صبح روز اول مرداد آقای سعید راد، هنرمند پیشکسوت ایرانی، دار فانی را وداع گفتند. ایشون که مدت 10 ماه در بستر بیماری بودند، در روزهای گذشته دخترشون این خبر را منتشر کرده بود که حالشون بسیار وخیمه. و متاسفانه با اینکه فقط چند ماه تا تولد 80 سالگی فاصله داشتند، ایشون درگذشتند. آقای سعید راد، همسر سابق خانم نوشافرین، بازیگر و خواننده قدیمی و پیشکسوت ایرانی بودند که حدود 17 سال با هم زندگی کردند. از همسر اول آقای سعید راد اطلاعات زیادی در دسترس نیست، اما ایشون از همسر اولشون که اتفاقا در سن پایین هم باهاش ازدواج کرده بودند، 2 فرزند داشتند، یک دختر به نام نگاه و یک پسر به نام سام، که بعد از ازدواج با خانم نوشافرین ایشون در مصاحبه هاشون گفتن من خودم بچه دار نشدم و بچه های سعید وقتی که با هم ازدواج کردیم بسیار کوچیک بودند که من اونها رو بزرگ کردم. در سالهای گذشته آقای سعید راد به همراه دوست صمیمیش آقای احمد نجفی میهمان برنامه همرفیق شهاب حسینی بود که اونجا احمد نجفی درباره روزهای عشق و عاشقی سعید راد با نوشافرین افشاگری کرد. اون گفت من همش به خونه سعیدینا میرفتم که توی شمرون بود. اینم که عاشق یه خانومی شده بود که دیگه شب و روز نداشت. برای به دست آوردن دل اون خانوم همش میگفت بهش زنگ بزن بگو اگه نیای ببینمت امشب خودمو میکشم. 3-4 بار من بهش زنگ زدم و گفتم اگه نیای سعید تو رو ببینه امشب خودشو میکشه. دیگه آخرش یه بار بهش گفتم سعید بسه دیگه، اگه میخوای خودتو بکشی بکش، انقدر من نمیام اینجا زنگ بزنم. وقتی وارد اتاق سعید می شدی همه دیوار و تمام سقف پر از عکس اون خانم بازیگر بود که یه زمانی در سینمای ایران نقش آفرینی می کرد. یعنی درست انگار این خانم و تمام عکساش تو رو محاصره می کردن. وقتی وارد اتاقش می شدی اصلا گیج می شدی، سردرد می گرفتی و خلاصه بعدش هم که به اون خانم رسید. قبل از ادامه خواستم بگم اگر هنوز عضو کانال ما نشدید دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش هم فعال بکنید تا زودتر از همه از ویدیوهای ما با خبر بشید. سعید راد و نوشافرین با هم ازدواج کردند، اما زندگی اونها بعد از مدتی پر از اختلاف و تشنج بود. خانم نوشافرین در مصاحبهش گفته بود من و سعید عاشق هم بودیم و من حتی قبول کردم که 2 تا بچه کوچیکش رو نگهداری کنم. اما بعد از مدتی رفتارهای اون کاملا عوض شد. شکاک شده بود و به همه چیز گیر میداد و سر هر موضوع کوچیکی دعوا راه مینداخت. من تصمیم داشتم ازش طلاق بگیرم که انقلاب شد. دیگه وقتی انقلاب شد به اون راحتی نمیشد طلاق گرفت. خیلی ماجرا داشت. بعد هم زن مطلقه دیگه در جامعه جایی نداشت. من که دیگه بازیگر و خواننده هم نبودم. اگه طلاق هم میگرفتم دیگه کلا جایی در این دنیا نداشتم. برای همین به هندوستان رفتم تا یه مدتی از هم دور باشیم. سعید هم بچه‌هاش رو برداشت و دنبال من اومد. بعد هم از اونجا همگی با هم رفتیم امریکا. باز هم مدتی در کنار هم زندگی کردیم، اما باز درگیری ها و اختلافات شروع شد تا اینکه دیگه بعد از 17 سال زندگی مشترک از هم جدا شدیم. حالا امروز که خبر فوت این هنرمند پیشکسوت منتشر شده، خانم نوشافرین هم پیام تسلیتی منتشر کردن و نوشتن تسلیت به جامعه هنری، خانواده و دوستدارانش، که کاربران زیادی در فضای مجازی از ذهن باز و دل بزرگ خانم نوشافرین گفتند که از همسری که با اختلافات بسیار زیادی سالهای پیش جدا شده حالا براش پیام تسلیت گذاشته.
آقای سعید راد با نام اصلی احمد سعید پرستراد در مصاحبه با فریدون جیرانی گفت: من بچه بخش چهارم هشت گنبزون حسن آباد هستم. پایین ترش سنگ لج بود که بعد پارک شهر شد. تا 5 سالگی اونجا زندگی کردیم و بعد رفتیم شمرون. تجریش کوچه فردوسی می شد. خیابون جاده قدیم ما چه باغ و ویلای بزرگی اونجا داشتیم. توی کوچه‌ای که بعداً می گفتن کوچه روشن فکرا یا کوچه هنرمندا. سر کوچه‌مون داریوش رفیعی زندگی میکرد. جلال آل احمد توی کوچه‌مون بود. نیما یوشیج اونجا زندگی میکرد و من همه رو میدیدم و حتی با بچه‌هاشون دوست بودم، اما نمیشناختمشون. جلال آل احمد یک مردی بود با کلاه که همیشه کاغذ و پوشه دستش بود و رد میشد. با پسر نیما یوشیج دوست بودیم و تو کوچه بازی میکردیم، اما نمیدونستم پدرش کیه. مدرسه‌ای که میرفت شاپور تجریش بود که الان شده موزه سینما. جلال مقدم تازه از فرانسه اومده بود و دبیر انشای ما شده بود. یه سوژه های سختی میداد که ما میموندیم توش. من تا اون روز اصلا خیابون لاله‌زار نرفته بودم. خانواده ما اصلا اهل هنر و لاله‌زار رفتن و سینما و رستوران رفتن نبودیم. مثلا میگفت: فکر کنید رفتید لاله‌زار رستوران، وقتی میای بیرون توی خیابون هیچ کس نیست، حستون در اون لحظه چیه؟ بعدن یادمه چند سال بعد سر یه فیلمبرداری دوستم رفتم. من جلال مقدم رو دیدم، بهش گفتم: اه شما معلم من بودید. خیلی جدی گفت: خب که چی؟ و دیگه مکالممون ادامه پیدا نکرد. اون در پاسخ به این سوال که آیا به بازیگری علاقه داشتی؟ گفت: نه، هیچ وقت هیچ حسی بهش نداشتم، چون دسترسی بهش نداشتم. من یه کارو میگرفتم تا تهش میرفتم. مثلا توی دبیرستان بسکتبال بازی میکردم، روپایی میزدم، ولی اصلا فوتبال دوست نداشتم. بعد رفتیم دبیرستان اندیشه، واسه ایتالیایی ها بود. رشته طبیعی خوندم، 3 سال دانشگاه کشاورزی کرج رفتم، ولی انصراف دادم چون رشتم رو دوست نداشتم. من در نوجوانی عاشق ورزش و دویدن بودم. خیلی هم درس میخوندم. اون موقع اصلا مد بود که همه ورزش میکردن یا کشتیگیر میشدن یا ورزش‌های دیگه میکردن. شاگرد اول کلاسمون احمد نجفی بود. اونا بچه های خرمشهر بودن، اومدن محله ما و بچه ها اومده بودن مدرسه ما. من با خود احمد و داداش بزرگش خیلی صمیمی بودم. با هم رفیق بودیم و خانواده ها هم رفت و آمد میکردن. همه تفریحمون ورزش بود. دبیرستانی که بودیم البته یکی دوتا تئاتر دیدم، ولی اونجوری نبود که فکر کنم کاش بازیگر بودم، کاش کارگردان بودم. اینجوری هم نبود که همه بشینن از صبح تا شب تلویزیون نگاه کنن و تحت تاثیر قرار بگیرن. تلویزیون داشتیم، ولی اینجوری نبود که همش نگاه کنیم. اون زمان همه دوست داشتن کشتیگیر و ورزشکار بشن. سنم که بالاتر رفت عاشق بولینگ شدم. بولینگ پرسپولیس می رفتم که بعدها سالن‌های دیگه بهش اضافه شد. سینما و استخر و حتی تیم پرسپولیس. پاتوقم اصلا اونجا بود. از ظهر می رفتم تا 11 شب همش بازی می کردم. دیگه به هیچ چی فکر نمی کردم. اونجا هنرپیشه ها و کارگردان های زیادی می اومدن. یه روزی آقایی به اسم علی زریندست فیلمبردار سینما اومد و سلام کرد و گفت: دوست داری فیلم بازی کنی؟ گفتم: نه، بازی داشتم، زود رفتم. بعدش برادرش که محمد زریندست بود، اونم کارگردان بود که بعدها تونی صداش میکردن، یه فیلمی ساخته بود به اسم هاشم خان. بهروز وثوقی و ملک مطیعی بازی کرده بودن. فیلم رو آورد توی سالن ما نمایش داد. تازه فهمیدم که اون کارگردانه. من تا اون روز 3 تا فیلم بیشتر ندیده بودم: هاشم خان، گنج قارون و رسبی، و اصلا به بازیگری و دنیای سینما فکر نمی کردم. یه چیز تفریحی بود و فیلم می دیدیم و می رفتیم دنبال کارمون. آقای شکرایی تهیه کننده هم بولینگ بازی می کرد. اینا می خواستن یه فیلم بسازن به اسم فاتحین صحرا که قرار بود بیک ایمانوردی بازی کنه و من می شناختمش. وقتی می اومد بولینگ همه می گفتن که اون بازیگره، ولی هیچ کدوم از فیلم هاشو ندیده بودم. آقای شکرایی اومد و صحبت کردیم و قرار شد بریم کردستان که بازی کنیم، ولی کار جور نشد. اومد و یه 6 ماه بعد آقای شکرایی دوباره به من گفت: میخواییم یه کاری بسازیم. گفتم: من نمیام، حوصله ندارم.
چون قبلیه نشده بود خورده بود تو ذوقم، اما انقدر اصرار کرد و صحبت کرد که رفتیم. اونجا گفت یه بازیگرمون نیومده که رولش این بوده که یه نفر رو از روی اسب بکشه پایین و کتک بزنه. قرار بود جلال رو بزنم که بازیگر واقعا فوق‌العاده‌ای و الانم آلمانه. و خلاصه تمرین کردیم و من با یه نیروی اونو گرفتم از رو اسب انداختم زمین که همه تشویق کردن و بعدشم رفتیم بولینگ. بعد امیر نادری اومد گفت ما میخوایم یه فیلم بسازیم، کار اولمونه. جریان یه دزدیه که میرن از اتاق هتل راه پیدا میکنن به طلا فروشی. اون موقع من موهام فر بود و سیبیل نداشتم. بهم گفت موهاتو کوتاه کن، سیبیل بذار، یا میشه یا نمیشه. در اون دو ماهی که تا کار شروع بشه سعی میکرد منو از جو به قول خودش شیشلیک خور و پولداری بیرون بیاره. منو میبرد پیتزا پنتری، جایی که همه سینمایی ها میومدن. میخواست منو تو جو هنری قرار بده. توی خیابونها با هم میچرخیدیم، راه میرفتیم، درباره آدما حرف میزدیم و خلاصه اونجوری شد که من بازیگر شدم. فریدون جیرانی ازش پرسید ازدواجت کی بود که گفت وسطای اولین فیلم، یعنی خداحافظ رفیق، و خیلی زود هم بچه دار شدیم. بعد هم سعید راد گفت اون زمان انقدر سینما مهم و ارزشمند بود که آهنگهای خواننده ها بعد از اینکه روی فیلم ها قرار می گرفت مشهور و پرطرفدار می شد، مثل ترانه های ابی، داریوش، رضا موتوری، آدمک فریدون فروغی، جمعه فرهاد. در ادامه هم گفت در سال 54-55 جو مملکت و اوضاع سیاسی و سانسورها و همه چیز دست به دست هم داد تا سینمای اعتراضی فروکش کند. دیگه فقط چند تا فیلم تجاری ساخته می شد. من هم تا سال 63 در ایران بودم که گفتن ممنوع کاری. هیچ وقت دلیلش رو هم به من نگفتن. روح این هنرمند پیشکسوت و بزرگ ایرانی شاد و یادش گرامی. مرسی که تا پایان این برنامه هم با من همراه بودید و با لایک و سابسکرایبتون از ما حمایت میکنید. توی این ویدیو راجع به اولین واکنش نوشافرین به مرگ همسر سابقش سعید راد صحبت کردیم و میخوام توی ویدیوی بعدی در مورد تغییر چهره کوروش یغمایی خواننده قدیمی صحبت کنم. پس همین الان کلیک کن و این ویدیو رو ببین.